le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه متفاوت در زیر آسمان پاریس به دو دلیل، گزارشی که خواهید دید و ابتدای خبری که خواهم گفت. در این هفته خبردار شدیم صفاهایری، روزنامه‌نگار، خبرنگار برجسته بین‌المللی، در پی یک بیماری طولانی درگذشت. بسیاری از روزنامه‌نگاران مانند من افتخار آشنایی و حتی همکاری و دوستی با او داشتند و من امروز در این لحظه به عنوان یک شاگرد بدون اغراق درباره او صحبت میکنم، اگرچه بسیار کوتاه خواهد بود. صفا عایری عاشق به کار و تبحر بی همتایی در آنچه که کرد داشت و برای کسانی مثل من، نسل من، همتای دومی نخواهد داشت و نداشته است. یاد او در این برنامه که همزمان شده است با یادمان کشتار سال 67 به همت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی، این مقایسه رو فراهم می کند که چگونه یک فرد و یا هزاران نفر رو در سوگواری بخواهیم یادی از آنها کرده باشیم. همونطور که در گزارش خواهید دید، گفته بهروز عارفی سخنگوی انجمن دفاع زندانیان سیاسی، صحبت از عزاداری نیست، صحبت از ارزش انسان هاست. به یاد همه مبارزانی که در راه آزادی ایران و مردم ایران کشته شدند، به یاد آنهایی که در این راه جان خود را از دست دادند، یک دقیقه سکوت. انجمن دفاع زندانیان سیاسی، آنگونه که در دعوتنامه و سپس بهروز عارفی در سخنانش اشاره کرد، به عزاداری کشتار سال 67 گرد هم نیامدند، بلکه برای حفظ ارزش‌ها و خاطرات انسان‌هایی که قدردان آنها باید بود. امروز قبل از آنکه سلیقه و فکر سیاسی مد نظر باشد، ایرانی بودنمان مطرح است. درود بر خاطره شهیدان و مبارزانی که در تابستان 67 به خاک خون کشیدند. دوستان ارجمند، خانم‌ها، آقایان، در سالی که گذشت مقامات ایران حق آزادی بیان، تشکل و اجتماع را به سختی محدود کرده، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی و افراد مختلف را دستگیر، زندانی و به جرم‌های مبهم و بسیار طبیعی متهم کردند. شکنجه و بدرفتاری با زندانیان رایج بوده و عاملان آن بدون هیچ کیفری به کارشان ادامه می‌دهند. شرایط زندان خشن و غیر انسانی است. در محاکمات غیر عادلانه افراد به اعدام محکوم می‌شوند. زنان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض‌های سخت و از جمله در برابر قانون و کار روبرو هستند. مقامات ایران مجازات‌های وحشیانه نظیر کور کردن، قطع عضو و ضربه شلاق را اعمال می‌کنند. دادگاه‌ها برای بسیاری از جرم‌ها احکام اعدام صادر می کنند. دست کم 4 نوجوان اعدام شدند. آنچه شنیدید نه اعلام جرم مخالفان رژیم، بلکه مقدمه گزارش سازمان عفو بین الملل برای سال 2015-2016. کارنامه دولت خامنه ای روحانی به تیرگی و سیاهی سالهای گذشته است. زیر پا گذاشته شدن حقوق انسانی به مراتب بالا محدود نمی شود. گذشته از این که ایران اسلامی
قهرمان تعداد اعدامی ها در جهان است، تبعید و سرکوب در همه شئون زندگی دیده می شود. من به نوبه خودم سلام میکنم به همتون و خیر مقدم میگم مجددا از طرف انجمن. همت کردید اومدید مثل همیشه، میدونیم که میایین برای اینکه مسئله یادمان و کشتار تابستان 67 به یکی از دلایل اینکه تا به امروز اینها نتونستن اون رو به دست فراموشی بسپارن، برگزاری همین جلساتی از این دست و استمرار اون و اصرار در اون هست. طبیعیه که ما اینجا هیچ وقت برای مرثیه خوانی نیومدیم، برای عزاداری نیومدیم. ما اینجا جمع میشیم برای سوگواری سیاسی، برای یادآوری آنچه که اتفاق افتاد و قدردانی از کسانی که در این راه افتادند. امروز هم مثل همیشه ما سعی کردیم که یک مقداری مسئله رو به بحث بگذاریم، صحبت رو یه مقداری بیشتر ببریم جلو، فضای جدیدی هم ایجاد شده و از این استفاده بکنیم هرچی بیشتر. فراموش نکرده ایم و فراموش نمی کنیم. چه چیز را فراموش کنم؟ پاهای زیر شکنجه تکه تکه شده مادرم را. چه چیز را ببخشم؟ تیرباران قلب عاشق و تازه داماد دایی اصغرم را. چه چیز را در بازار آشتی ملی به معامله بگذارم؟ سینه دایی حسنم را که می توانست مأمنی باشد برای دختر نوزادش اما بستر گلوله شد. یا آرزوی پدرم را برای دیدار دوباره تنها فرزندش که من باشم، و یا جوانی پرپر عمویم را که حتی فرصت عاشق شدن پیدا نکرد. مادرم سوسن امیری و دایی هایم حسن و اصغر امیری به سال 1362 دستگیر و پس از تحمل شکنجه های وحشیانه به فاصله چند ماه اعدام شدند. پدرم پیروت محمدی و برادر دوقلویش عمویم رسول محمدی به سال 1360 در قیام سربداران در شهر آمل به قهر گلوله جلادان رژیم اسلامی جان باختند. قتل فجیع عزیزانم را فراموش نمی کنم و نمی بخشم هرگز. اعدام زندانیان سیاسی و کشتار آزادی خواهان در جمهوری اسلامی با اعدام عزیزان من آغاز نشد. اعدام‌های سیاسی درست 4 روز پس از به قدرت رسیدن دار و دسته خمینی از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد. از دهه 60 سخن می‌گوییم، اما فراموش نکنیم که کشتار آزادی خواهان از سال 60 شروع نشد، بلکه از بعد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی آغاز شد و با حمله نیروهای مسلح به کردستان در 28 مرداد 1358 ابعادی سیستماتیک به خود گرفت. به فاصله چند ماه صدها نفر توسط خلخالی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه و به اعدام محکوم شدند. صدها تن و یا شاید هزاران تن در درگیری با مزدوران تا به دندان مسلح رژیم اسلامی جان باختند و صدها تن دیگر برای زهر چشم گرفتن و شکستن مقاومت کرد و کردستان بی هیچ دلیلی از سر تفریح به رگبار بسته شدند. از قتل عام در محله های مهاباد گرفته تا کشتار قارنا. نه، کشتار آزادی خواهان و مخالفین سیاسی از دهه 60 آغاز نشد. اعدام حدود 5000 زندانی سیاسی در سال 67 بدون شک نقطه عطفی در قتل عام‌های 10 سال اول انقلاب است. اما 67 آغاز کشتار زندانیان سیاسی نبود. بیش از 20000 زندانی سیاسی در 10 سال اول انقلاب به جوخه اعدام سپرده شدند. بنابراین تنها از تابستان 67 سخن گفتن به فراموشی سپردن یک جنایت سیستماتیک دولتی در حق بیش از 15000 زندانی سیاسی است که طی سالهای 57 تا پیش از تابستان 67 اعدام شدند. باید صدای همه کسانی باشیم که از بعد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا به امروز به خاطر عقایدشان به جوخه اعدام سپرده شدند. باید صدای همه آزادی خواهانی باشیم که طی 37 سال گذشته به اشکال مختلف، چه در سیاهچال‌های مخوف رژیم اسلامی و چه در حین نبرد با آدمخواران تا به دندان مسلحش جان باختند. از خامنه‌ای گرفته که ابایی نداشت از اینکه در خطبه‌های نماز جمعه علناً فرمان قتل عام معترضین به نتایج انتخابات 88 را صادر کند،
تا خاتمی که در مرگ لاجوردی جلاد گریست و گفت او مهربان پدر زندانیان بود، تا موسوی که نه تنها اینکه نخست وزیر دهه کشتار بود بلکه یاران دوران کشتار را حتی پس از دو دهه همچنان یار می‌دانست و برای رسیدگی به نتایج انتخابات 88 یک هیئت به اصطلاح مصلحه به سرپرستی محمد ریشهری پیشنهاد کرد، همان ریشهری که اوائل انقلاب قاضی شرع بود و صدها زندانی سیاسی را شخصا به اعدام محکوم کرده بود، تا روحانی که با انتصاب پور محمدی به وزارت دادگستری ارگان عدالت کشور را به یکی از مخوفترین چهره های هیئت سه نفره مرگ در کشتار 67 سپرد و بدین گونه تعریفش از عدالت را نمایان کرد. نه، سران جمهوری اسلامی از هر باند و دسته و جناح در سرکوب و کشتار مردم با هم هیچ اختلافی ندارند. در این پروژه تحقیقاتی طولانی مدت نگاه به این میکنم که سیستم حکومتی چطور شکل گرفته و پیدایشش چیست. راجع به خشونت در دهه 60 دو گفتار وجود داره. دو گفتار است. اولین گفتار اینه که هر انقلابی یک سری خشونت ایجاد میکنه و این پروسس عادی انقلابی است. دومین گفتار اینه که بعد از انقلاب یک جنگ داخلی وجود داشت و یک در واقع بکشی ایجاد شد که در این اختلال دولت زیاده روی کرده. فرضیه کارم یک نگاه متفاوت به این قضیه است که و اینه که خشونت دولتی که به زنجیره دستور و قوانین‌های خاص جواب میده یک پروسسی بود که از طریق این پروسس یک نظام شکل گرفت و مخصوصاً یک دستگاه دولتی جدید ساخته شد. یعنی خشونت در حاشیه تعلیل نیست، به عنوان یک هزینه لازم یا یک تصادف تاریخی، بلکه یک نقطه مرکزی برای فهم دستگاه حکومت جمهوری اسلامی. با این دید به مسئله میخواستم به سه نکته اشاره کنم که شاید فقط وقت داشته باشم به دو تاشون اشاره بکنم، ولی در بس میتونیم برگردیم به سومیش. دستگاه حکومت چی شد؟ دستگاه حکومت، کارکرد اجتماعی خشونت و روابط بین حافظه، تاریخ و فراموشی. اشتباه نوشتم؟ بریم به دستگاه حکومت. وقتی که به پیدایش حکومت بعد از انقلاب نگاه میکنم توجه کمتر میکنم به روش‌های نهادی که روش مثلا بیشتر کار علمی شده، مثل شکل گرفتن شوراها، تصمیم‌ها و بازی‌های قدرت در مجلس یا بین مجلس و رئیس جمهوری و غیره، و بیشتر به دستگاه قدرت نگاه میکنم. تعریف این دستگاه مجموعه یک سری روش خاص، قوانین، گروه‌های دولتی و غیر دولتی، مکان‌ها، سخن یعنی گفتارهای خاص و غیره که این مجموعه ناهمگون عمل حکومت رو در زندگی روزمره تعیین می‌کنه. این نگارش یکمی نامنظمه، به این دلیلی که چند مرز پذیرفته شده رو میشکنه. مرز بین رسمی و غیر رسمی، بین ذهن و عین و غیره. در واقع رابطه بین المان‌های مختلف این دستگاه حکومت یک رابطه منطقی نیست، به اساس طبقه بندی‌های شناخته شده، ولی بیشتر رابطه عملی هست، پراتیک. به طور مشخص یه مثالی که میشه زد بین بهار و زمستون 58، طبق اطلاعاتی که در نشریه‌های مختلفی که در آرشیو برلین یه تحلیل کوچولی کردم تونستم بهشون دسترسی پیدا بکنم، پاکسازی کمیته‌ها، پیدایش انجمن‌های دانشجوی اسلامی، شکل گرفتن گروه‌های حزب‌اللهی و حمله به تظاهرات‌های مختلف و تعریف روش‌های خاصی که از یک تظاهرات به یک دیگر دوباره تکرار می‌شد، تشکیل و قوی شدن سپاه از طریق عملیات کردستان مرداد 58، لایه 24 خرداد 58 که آزادی‌های سیاسی رو محدود می‌کنه،
و تأسیس یک دفتر اطلاعات ضد جاسوسی که مدرک و اسامی ساواک را استفاده میکنه در تیر 58. از طریق این کنش ها که تمامشون قبل از رأی قانون اساسی در دی 58 پیش اومده، میبینیم چطور یه دستگاه دولتی شکل میگیره که بخشای مختلف با هم رابطه پیدا میکنن و یک سری پایه های نظام آینده تهیه میشه. بنابراین تمام دعواهای سیاسی دو سال آینده تا سال 60 در یک فضای اتفاق میفته که یک بخش نظام از قبل این فضا رو شکل داده. یک مکانیسم مهم در این ساختار طی کردن دستگاه‌هایی است که بعد در سال‌های آینده از طریق قانون یک شکل رسمی پیدا می‌کنن، مثل خود سپاه که بعد وارد قانون اساسی میشه یا دفتر اطلاعات و ضد جاسوسی. یک مکانیسم مهم دیگه رابطه بین بخش‌های قانونی و رسمی است و اونهایی که رسماً بیرون از دولت حساب میشن، مثل حزب الله. نهایتاً میشه پرسید که در این وضعیت عمل رأی دادن به مجلس یا به قانون اساسی چه معنی داره؟ و این سوال مهمیه، چون جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو روی این رأی گیری ساخته. یعنی در واقع کلام آخر اینه که خب بهشون رأی دادیم یا این مجلس بهش رأی دادن. خب بعد دوباره از خودمون بپرسیم که این رأی دادن چه فضایی شکل گرفته و چقدر از دستگاه قدرت از پیش شکل گرفته بود و چطور، که من فکر میکنم از طریق این خشونت دولتی. با عرض سلام خدمت خانوم ها و آقایون و تشکر از حضورشون در این نشست که نشست با ارزشیه و موضوع این نشست خشونت دولتی و کشتارهای دست جمعی. من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یک مقدمه رو میخونم در اینجا که لازمه برای اینکه احساس شخصی خودم رو اینجا تونسته باشم بیان بکنم. من خودم را در برابر اراده و مقاومت سخت کسانی که در زندانها و زیر شکنجه ها، در بندها و سیاه چالها، در راهروهای انتظار اعدام به رژیم غیر انسانی جمهوری اسلامی نه گفتند و آرمان خواهانه ایستادند و با ریخته شدن خون خود و با تحمل شکنجه ها، کتک خوردن های وحشیانه، شکسته شدن دست و پا و سر و دندان و قفسه سینه و دنده و مهره های پشت و کتف از حق و آزادی دفاع کردند و به استبداد تن ندادند، بسیار مدیونم. با تواضع و افتادگی در کنار همه کسانی که برای انسانیت و حقوق انسانها تلاش می کنند هستم. می دانم که این کوشش ها و این صداهای اعتراض روزی دیوارهای استبداد و قدرتمداری و سرمایه‌داری را در هم خواهد شکست و دیکتاتورها و دزدها و مستبدان را کنار خواهد گذاشت. اما سخنانم رو در دو بخش شروع می کنم. بخش اول در مورد خود مسئله موضوع که عبارت از خشونت دولتی، اعدام و کشتارهای دست جمعی. دومین بخش در باره ارائه احتمالاً راه حلیه یا کوششیه بر این که این یاد این کشتارها در حافظه تاریخی جامعه ما
برای همیشه باقی بمونه و هرگز دیگر تکرار نشه. موضوع اول رو نمیتونیم باز بکنیم غیر از این که ما به مفاهیم چهار موضوع، یعنی خشونت، دولت، اعدام و کشتارهای دست جمعی یا جنوسید نپردازیم. خشونت از نظر لغوی به معنای درشتی، ناهمواری، تندخویی، بیرحمی است. از ده خدا خشونت حالتی از رفتار و کردار است که فرد یا گروه رسمی یا غیر رسمی به زور و اجبار به دیگران تحمیل می کند. هر گونه کردار و رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به دیگران صورت گیرد رفتار خشونت آمیز خوانده می شود. همینطور رفتار خشونت آمیز می تواند به شکل آگاهانه یا ناگاهانه صورت گیرد. خشونت می تواند مشروعیت خود را از یک نظام حکومتی، یک ایدئولوژی یا یک دین، حتی آداب و رسوم و سنت ها کسب کند. اگر اطاعت محض باشد خشونت وجود ندارد. خشونت همواره در رابطه تنگاتنگ با اختلافات و کشمکش ها و درگیری های اجتماعی و تداوم آنها بوده است. خشونت زاییده کمبود منطق و نبود فرهنگ گفتگو و تساهل و وجود تبعیض است. مرکز بهداشت جهانی خشونت را تحت عنوان استفاده آمدانه از نیروی جسمی یا قدرت به صورت تهدیدآمیز یا واقعی علیه خود، دیگری یا گروه یا جامعه‌ای که موجب آسیب، مرگ، آسیب روانی، عقب افتادگی رشد یا محرومیت می شود یا احتمال این رخدادها را بسیار بالا می برد می داند. اعمال خشونت در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قوانین اسلامی و به ویژه بر مبنای نظریه ولایت فقیه روشی عام برای پاسخگویی به هر موزل و مشکلی است. این کادو از طرف دوستان خانوادگیس هست و رفقای خانواده جانفشان سهر هستش که تقدیم به سهر. Suri shinov, oh, meladame
مسلماً به خرج دادن خشونت چیز خوبی نیست، یعنی بهتر می بود اگر که بدون خشونت می شد مسائل رو حل کرد، ولی با حکومتی که حتی حضور فیزیکی رو قبول نمی‌کنه، حتی بودن ما رو قبول نمی‌کنه، واقعاً به چه زبانی باید صحبت کرد؟ من مخالف آغاز خشونت هستم، یعنی هر آن کس که از جانب مردم خشونت رو شروع کنه من به شخص موافقش نیستم، اما من موافق دفاع از خود هستم، یعنی ما باید یک جایی قادر باشیم بتونیم از خودمون دفاع کنیم.